بسم الله الرحمن الرحیم حمله یه جبهه مقاومت بر موازه طالبان در کابل پنج کشته و زخمی بر جا گذاشت جان باختن دو تن در پی رویدادهای جداگانه در ولایت بامیان در دایکندی سیل جان یک پسر 15 ساله را گرفت و ستیز طالبان با زبانهای ترکی و اوزبکی این گروه ترجمه ای از آثار جهد طرفه علمی و زبانهای ترکی و اوزبکی را ممنوع اعلام کردند درود بر شما وقتتون بخیر بیننده هاشون مدلسان افغانستان هستین امروز 22 اپریل 2024 میلادی برابر با 3م 1403 هجری شمسی است، توجه تونا جلب میکنن به مهمترین خبرهای کشور خبرها رو ما میخوایم از یک خبری خوش آغاز بکنیم تیم ملی فوتبال افغانستان که برای نخستین بار در جام ملت‌های آسیا بازی میکرد توانست که از مرحله هذفی از مرحله گروهی سعود و به مرحله حذفی برسد این به با باور بسیاری از کارشناسان یکی از شگفتگی های امسال آسیا هستند تیم ملی فوتسال کشور که برای نخستین بار تجربه حضور در جام ملت های آسیا را در کارنامهش ثبت کردن و در نخستین بازیشان حتی شکست بعد سی بر سفر از ایران هم خورده بود اما در بازی دومشان هم مساوی کرده بودند در بازی سوم توانستند با وجود شکست دو بر یک در نیمه نخست در نیمه دوم مبارک را برگردانده و سه بر دو به پیروزی رسیده و با تفاضل گل بهتر نسبت به کویت و مرحله حذف صعود کرد. اکنون ایران به عنوان تیم اول افغانستان به عنوان تیم دوم از این گروه صعود کردن و افغانستان در مرحله بعدی باید به مسافت تاجیکستان برود و ان شاء که بتونیم تاجیکستان هم شکست بدیم با توجه به سابقه فوتسال دو کشور افغانستان از برتری بسیار خاصی نسبت به تاجیکستان برخوردار هستند و اگر افغانستان بتواند به مرحله نیمه نهایی برسد اونها می توانند که جواز حضور در جام جهانی را هم بگیره که می تواند واقعا را کامل بکنه با امید پیروزی ملی پوشان کشورمان و جا داره که از همینجا هم خدمت تمام ملی پوشان و مربی ما آقای مرتضی درود بفرستیم خبرها را ادامه تیم از حمله جبهه مقاومت بر مواضع طالبان در شهر کابل جبهه مقاومت ملی مدعی شده است که سه جنگجوی طالبان را در شهر کابل کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است این جبهه با نشر خبرنامه در اکس نوشته است که این حمله ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان سه سال بر یک موتر حامل طالبان در ساحه پول پادشاه از مربوطات حوزه 16 امنیتی انجام شده است طبق دعای جبهه در نتیجه این حمله دو جنگجوی طالبان هم زخمی شده و سه نفر کشته و هیچ آسیبی به نیروهای این جبهه و مردم ملکی وارد نشده است طالبان اما تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند سلوب در دایکندی جان یک نوجوان را گرفتین رویداد دیروز در منطقه وطمز مربوطات بلوسوالی خدیری ولایت دایکندی رخ داده است منابع از منطقه در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که امان الله فرزند غلام در روز بارانی به مکان به اسم سری بوم برای جمع کردن چکری رفته بود اما در زمان برگشت به سیل برمیخورد و داخل آب افتاده و جان وقت است امان الله پانزه سال سین داشت پیکر او را امروز خانواده و دوستانش چندین کیلومتر دورتر از محل واقع در قریه بنام کوور از مربوطات در خودی ولایت دایکندی پیدا کرده است این در حال است که منابع از دایکندی میگن سیلاب های اخیر خسارات هنگفت مالی و جانی بر مردم وارد کرده است باشندگان دایکندی میگن که محصولات زراعتیشان از بین رفته جاده ها تخریب شده است و تلفات اندک انسانی نیست ثبت شده است آنان خواهان توجه نهادهای کمک رسان به وضعیت مردم به آسیب دیدگان از سیلاب های اخیرن. کشته شدن یک فرد ملکی در مسیر یکولنگ و بامیان و جان باختن یک زن بر اثر رویداد ترافیکی در این ولایت. منابع از ولایت بامیان در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که یک فرد ملکی به اسم حسین از منطقه خشکده ولسوالی یکولنگ ولایت بامیان به با قتل رسیده است. این رویداد در مسیر یک اولنگ بامیان رخ داده است به ادعای منابع قاتلان موتر را نیز با خود بردن بر اساس تصوری که به سنترال افغانستان رسید البته بسیار خشین است ما در اینجا چون در فیسبوک استفاده استفاده میکنم نمیتونم نشر بکنم او هم با چاقو گلوش بریده شده و هم چندین مرمی بر او شلیک شده است یک منبع که نمیخواد از او نامی در خبر ذکر شود در گفتگو با سنترال افغانستان مدعی است که حسین روز شنبه از خانه بیرون میشود و با فامیلش گفته بود که با شمار از اعضای طالبان به بیرون چکر میرود اما روز یک شنبه جنازه او از منطقه سر در منطقه یکولنگ در ولسوالی یکولنگ بامیان پیدا شده است طالبان تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده است تصاویر رسیده هم بسیار تاکید میکنم زننده و خشین است که ما البته یک بخش آن را در سنترال افغانستان از طریق یوتیوب منتشر هم کردیم در خبر جداگانه امروز ما در یک رویداد جداگانه دیگر یک خانم در ولایت بامیان جان باخته است این رویداد زمان رخ داد که موتر حاجی محمد سرور شریفی مدیر حج و اوقاف طالبان برای ولسوالی برس بامیان در پای کوتل شاتو از جاده منحریف و سرنگون شد منابع میگن که همسر شریفی جان باخته و خودش و دو فرزندش هم سالم هستند وزارت تحصیلات عالی طالبان ترجمه اثرها جهد ترفی علمی به زبانهای ترکی و ازبکی را در کشور ممنوع اعلام کرده است. مکتوبی که نسخه از آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته است نشان میدهد که وزارت تحصیلات عالی طالبان روز دوشنبه سوم سور از دپارتمان زبان و ادبیات اوزبکی و ترکی دانشگاه جوزجان خواسته است که تا جهت ترفه علمی از پهن ملی و پهندویی اثرهای علمی خارجی را به زبانهای فارسی و پشتو ترجمه کنند نه به ازبکی و ترکی این در حالی است که پیش از این استادان در دانشکده زبان و ادبیات ازبکی و ترکی جهت ترفه علمی اثرهای علمی خارجی را به زبانهای ازبکی نیز ترجمه میکردند. طالبان متهم به تعصب زبانی قومی سمتی و جنسیتی است اما این گروه همواره با وجود اقدامات آشکارا آن را منکر می شود. در واکنش به موارد نامنی در قندهار ملاشیرین والی طالبان در یک جلسه امنیتی گفته است که برای تامین امنیت قندهار خانه و کسب و کار نظامیان حکومت پیشین باید ثبت با آنان زیر نظر گرفته شود ثبت خانه و کسب کار نظامیان حکومت پیشین توسط ریاست استخبارات طالبان در خندهار و مدیریت مبارزه با تروریسم پلیس طالبان انجام خواهد شد در این جلسه طالبان همچنان تصمیم گرفتند که از نواحی مرکزی تا اطراف شهر قندهار عملیات تصفیه‌ای انجام بدهد تعداد پسته امنیتی و بازرسیشان را نیز بیشتر کند همچنان گفته است که نیروهای امنیتی حکومت پیشین باید زیر نظر گرفته شوند و کسانی که از پاکستان نیز اخراج می باید با تمام اطلاعات از اونا پذیرایی و تمام اطلاعاتشان ثبت شو که اینها چیکارا بودن و چیکارا هستند. و این میتونه خبر بسیار بدی باشه تعداد زیاد از نیروهای امنیتی حکومت پیشین که از پاکستان اخراج میشوند این گونه به دام طالبان میفتن جلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی میگوید که پلیس ایران بستگان خیر محمد خیرخواه اندرابی فرمانده فقید جبهه مقاومت ملی افغانستان را به اشتباه بازداشت کرده است بستگان آقای اندرابی در 18 همه حمل سال جاری توسط پلیس ایران و در ولایت البرز در کرج به اتهام همکاری با دایش بازداشت شده است و اکنون نیز در قید پلیس ایران است جلال بنی یعقوب خبرنگار و نویسنده ایرانی که با جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز روابط دارد میگوید که جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود عضویت آنها را در این جبهه تایید و خواستار آزادی آنها شده است خانم یعقوب توضیح داده است که فرمانده کبار از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در میان بازداشت شدگان است و این افراد هیچ رابطه با دایش نداشته و ندارند حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با مارکوس پوتزل، معاون دفتر سازمان ملل متحد در کابل بر ضرورت تفاهم ملی برای تامین ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرده است آقای کرزای تفاهم ملی را برای صلح و ثبات در افغانستان امر ضروری و حیاتی خوانده است کرزای روز دوشنبه سوم حمل در شبکه اجتماعی اکس همچنان نوشته است که در این دیدار درباره وضعیت جاری در افغانستان و منطقه بحث و گفتگو شده است و خبر آخرین که منابع محلی در هلمند میگن که طالبان یک فعال مدنی به نام عبدالغفار و پسرش رفیع الله را از این ولایت بازداشت کرده است منابع روز دوشنبه به رسانه ها گفته است که عبدالغفار در گذشته فعالیت های سیاسی علیه طالبان در زمان جمهوریت داشت ولی در این باخیر مصروف کارهای خودش بود و هیچ گونه فعالیت ضد طالب هم نداشت و مشخص نیست که چرا بازداشت شده است عبدالغفار از حوزه هشتم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بازداشت و به محل نامعلوم منتقل شده است از توجه به همراهیتون با سنترال فارستان جهان سپاس عزیزان هموطن اگر از درچه یوتیوب بیننده هستین لطفا به اشتراک بمونین و لایک بزنین و ما رو سابسکرایب بکنین و تاکید میکنم که اگر در شبکه های اجتماعی دیگه ما رو دنبال میکنین ما خوشحال میشیم که برای کمک و همکاری با ما برای تقویت کارهای ما ما رو در یوتیوب بیشتر دنبال بکنید خدا نگهدارتون باد